با درود خدمت دوستان گرامی لکسیون 367 درس 367 خیلی وقت بود درس های اصلی رو دنبال نکرده بودیم و امروز هستم گرفتم نکته خیلی مهمی رو راجع به گنتیف اینجا بگم که در واقع حالت پیشرفته گنتیف هست و کسایی دوستانی که نمیدونن گنتیف اصلا چی هست و اینا باید این درس رو ببینم 122 فکر کنم خب حالا بیایم اینجا ببینیم فعل ها ما فعل میتونه مفعول آکوزاتیو داشته باشه اولاتیو داشته باشه و همچنین گنتیو داشته باشه مثلا یه ماندین به زوخن به یه نفر سر زدن یه ماندن رو معمولا اینجوری می نویسن یا ممکنه اینجوری بنویسن برحال نه داره اینجا به این معنی است که آکوزاتیو هست حالا ما بیام اینجوری یه ماندین اینجوری بنویسیم به زوخن یعنی کسی را سر زدن ایک به زوخ دیه. که دیش مثلا به جای این یماندین است حالا بعضی مواقع یماندیم مثلا هلفن به کسی کمک کردن که یماندیم رو یماندم ممکنه اینجوری ببینید یا حالا ممکنه اینجوری ببینید که به معنی داتیو بودن هست ولی ما یه چیزی هم داریم ماندس که یماندس رو یماندس ممکنه حالا اینجوری ببینیم یا اینجوری ببینیم که این معنی این به معنی جنتیف بودن هست بچه ها یه ماندس حالا یه فعل ممکنه پس آکوزاتیو نخواد داتیو نخواد بلکه جنتیف بخواد که این فعل ها حالت خیلی حالت رسمی دارن بچه ها تو روزمره خیلی کمتر استفاده میشه و توی مترهای قدیمی آلمانی زیادتر دیده میشه بعضی مواقع حالت های با پرپوزیسیون یا به صورت حرف اضافه ای جایگزین شده توی آلمانی جدید و هوختویچ در واقع و استفاده از گنیتیو کمتر شده به این حالت خب حالا ولی ما ها چند تا چیز خیلی مهمشو میخوایم اینجا بگیم که استفاده داره و همچنین توی قید وندونگ ها استفاده داره که توی یکی از اونها اتفاس مشتیش ساین توی تلگرام اگه دنبال کرده باشین یا درس های کوتاه اونجا گفته بودم خب حالا یکی از این فعلا هست متهم کردن متهم کردن کسی یه دین یه مان دین کسی را متهم کردن خب حالا میبینید که من فعلا فعلا مفعول آکوزاتیو داره میتونم اینجوری حالا بنویسم ولی من میتونم کسی را به چیزی متهم کنیم اون به چیزی دیگه بهش نیست بچه ها یه مان دیم اتواس انکلاگین که این اتواس گنیتیو هست بچه ها گنیتیو اینجوری مینویسیم چون اتواس را دیگه نمیتونم به صورت ام و اس بنویسم اگه اتفاس باشه حالت گ میذارم که بفهم از بعضی جواب اینجوری این مینویسم بعضی این هم حتی نقطه نمیذارن خب پس یه ما دین که اون اتفاس گنتیو است انکلاگن مثلا در ریشتا قاضی این او را انگکلاگت متهم کرد در ریشتا این انگکلاگت متهمش کرد به چی؟ به, به مورد مرد مرد ده مرد هست یعنی چی ها قتل خب این قتل رو اگه من بخوام به صورت جنیتیف بنویسم چی؟ مثلا یه چیزی اینجاش بیاد ده هم تبدیل میشه به دس درسته؟ مورد مورد تبدیل میشه به یا مرد دست حالا چون تک تک بخشی مرد است دست مورد است مثلا صحنه این ایرونیت رو اینجاست بنابراین این اسم اولش دیگه نیاز نیست بچه ها بیاد همون مفعولمون که یه اسم باشه به, به صورت حالت دوم گنیتیف میاد ببینید دقیش هات این دس ماردس انگیکلاک متهمش کرد به قتل او را متهم کرد اگر مفعول جمله جمع معلوم بخوام بکنم فاعل جمله مجهول به صورت پاسیف بخوام بگم مجهول بخوام بگم ورد انگکلکت متهم شد است er انگکلاکت شده است ایست است انگکلکت نکلکتاایس انگکلاکت دی حالت پاسیف هست که هست متهم شده هست متهم شده پس این همه این ستا حالت مجهول دارن ها

ایست شده به قتل تو پرانتز متهم شده, بقت... متهم شده به قتل به عنوان یه صفت اینجا هست حالت نتیجه است در واقع خب پس یکی از این فعل ها که گنیتیو میخواد اینه یکی دیگه اش ها تو همین مفهوم به شول دیگن یه دین به شول دیگن. دیگن مثل همون گناهکار مقصر دونستن یا گناهکار دونستن برای کسی را گناه کار دوستن برای یه چیزی این برای اون چیزه دیگه گنیتیف میاد مثلا یه ماندم دسماردس به دیگن. یا به دیگه یه ماندم به چش دیگن. حالا این ها گفتم به چیش دیگه دیگه خیلی فرمل هست خیلی رسمی تره این هم حالا در نظر بگیریم مثل همونا پس میدید در مورد قتل و اینا زیاد به کار میره که میخوام یکی رو متهم کنیم به چیزی یه ماندم یه اتفاس به چش دیگن. حالا با این یکی دیگه بگم

دوستی سرقت زی این دست خب این باید حرف بخواد باشه اولش یه اسم اگه بیاد مثلا موضوع سرقت بخوام بگم مثلا دست تیما دست تیما درسته؟ دستیبشتالز که این اولش نیاز نیست بگم منظور از وقتی میگم گنتیو میاد یعنی این اینش بچه ها مهمه که اون اسمه به صورت بخش دوم گنتیو اینجا قرار میگیره Sie این دستیبشتالز بفولدیشت متهمش کردن یا گناهکارش دونستن مقصرش دونستن برای سرقت یعنی گذاشتن تقصیر به گردنش انداختن اون سرقت پس اگر یه فعلی رو شما دیدید که گنتیف خواست بدونید که یه مقدار فرمل هست رسمی تره و ممکنه تو متن‌های قدیمی تر آلمانی ببینید و میتونیم اینها رو معمولا جایگزین هم کنیم مثلا دقیش تحت این دس موردس انگکلاکت einen mord یعنی یک مورد انجام دادن یک قتل رو انجام دادن begin معمولا این کار خلاف رو انجامش رو با بگن میگن خب mord مورد حالت چون حالت مفعول اکوزاتیف داریم میبینید بچه ها بنابراین گذشتش رو بخوایم بگیم er hat einen Mord begangen. با hat میگیم با اینکه اینجا به گهن داریم فکر نکنید چون این گهن هست باید بگیم ایست چرا نمیگیم ایست چون ما یه مفعول آکوزاتیو داریم نمیتونیم ایست بگیم خب حالا میتونیم بگیم اینو یه جور دیگه بگیم که اون حالت نخوایم بگیم راحت تر بخوایم بگیم یا چیزی که برامون راحت تره چون ژنتیو یه چیزی هست که برای ما راحت نیست بچه ها. چون نمیتونیم بگیم به نمیتونیم بگیم با نمیتونیم بگیم را داشته باشه این چیز عجیبیه برامون حالا اینجا بگیم در غیشتا در غیشتا حت این angeklagt متهمش کرد این به این انگکلکت کرده باشه einen مورد به zu haben این در واقع

شده فائل جمله دومه میبینید دقیقش دهد این به شلدیگ پس اینه اینجا اومده و چون اینه اینجا اومده در این صورت من میتونم داست و فائل رو حذف کنم و دیگه وقتی نیاز به فائل یا ار نباشه این حالت آخر دیگه به صورت مستر میاد هابن بیاد و قبل از مستر که هابن باشه یه تو هم بیاد این حالت گذشته چودار هست در اینجا میخواستم بگم میتونم اینو مثلا هست کنم دس موردس و به صورت جمله بگم مثلا به همین ترتیب زی اینان آن بچا مثلا این ببین حالت بعدش آکوزاتیو هست که میتونید نه ich erinnere mich an meine kindheit به بچه. از به یادم میاد اینجا حالت دیگه هوخ دویچ هست دویچه خو... در واقع سطح بالا استاندارد هست قدیمی تر اگه ببینید ممکنه ببینید زی اینان etwas که این اتواس گنتیو باشه کدومش امروز به کار میبریم اینو به کار میبریم کدومش ممکنه تو متن‌های های ببینید فرمال متن‌های رسمی آلمانی قبلی یا قدیمی تر اینو مثلا بخوام بگم ایش این میش آن دیش من تو رو به یاد میارم درسته ایش این mich آن دیش گنتیو بخوام بگم آن رو نخوام بگم به این صورت بخوام بگم میشه ich این میش داینا دا جنتیو آ... جنتیو داین دا میشه داینا دا میبینید بنابراین این دو تا یکی هم ولی این استفاده ای نداره یا حالا بذارید به یه اسم بگم که شاید بهتر بتونید متوجه بشید ich erinnere mich an meine an meinen vater پدرمو به یاد میارم ich erinnere mich an meinen vater ببینید که اکوزاتیو هست فاوش اوزار بنویسم این حالت گنیتیو هست ببینید پس این با این جایگزین شده در متنهای بعدن گفتم که گنیتیو زیاد اینجاها کاربرد نداره فقط ولی ممکنه دیده بشه یه سری چیزهای مهمشو من میخوام بهتون بگم مثل انگ اینو میشنوید حتی تو فیلم ها هنوز با دس یا beschuldigen با دس اتواس جنیتیف beschuldigen میبینید اینها رو پس یه چند تای دیگه هم هست که من ممکن تو درس بعد بهتون بگم به خصوص چند تا فعل حتی و که مهم هستن و ممکنه هنوز هم ببینید با اینکه هوختوی هن... هم هستن هنوز هست استفاده بیشتری دارن به حال اینها رو تو این درس بهتون میگم که قواعدش رو یاد بگیریم بذارید من اینو بذارم آ و یه بی دیگه هم ضبط کنم برای این که دوستان این مطلب رو بهتر بفهم. خب امیدوارم که این درس هم مورد توجه قرار گرفته باشه صد صد یک سه دو از بچه ها الان این چیزی که من بهتون گفتم برای اگه سطحتون پایین هست به نظر من حالا خوبه ببینید یه مروری میکنید ولی از به ترتیب ببینید بیاد بالا درس ها رو آلمانفارسی.com مثل جرمن توی یوتیوب هم پلیلیست داره لیست شما هم زیر همین ویدیو میذارم توی یوتیوب دوستانی که از یوتیوب میبینن که به ترتیب ببینن تا درس